اسکرین راه هوا مثل چشا وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه است صبح خروز خونش برام انگار یا هنگ دیگه است وقتی که <تصفح> دیمانا تایز میشه بعد این سي سي این امروز فردا دو تا فوتبال ناوی داریم آره حاجی فینال کوپا امریکا رو داریم کی با کی؟ برزیل و آرژانتین فردا فینال اروپا رو داریم انگلیس و ایتالیا این افلا خیلی حال کردم خدا رو شکر من به شخصه هیچ وقت طرفتار تیم انگلیس نبودم خب همیشه بدم می اومد به خاطر کارهایی که اینا با کل دنیا کردن و اصلا تو کتم نمیره فوتبال سیاسی کرده ها آره دیگه چون انگلیسی همه زیر سر انگلیسا بعد کلا از تیم فوتبالش همیشه بدم یا هیچ وقت موفق نبود تیم انگلیس چرا یه سر عادل فردوسی پور انگلیسی بعد هیچ وقت این تیم فوتبال اینا موفق نیست فردوسی بعد مثلا جام جهانی قبلی که اینا یه ذره احتمال داشت موفق بشن اینا شروع کرده بودن میگفتن ایتس کامینگ هوم چرا چون فوتبال و انگلیسی ها میگن اختراع کردن میگفتن که جام داره میاد خونه که خوشبختانه نیومد فرانسه قهرمان شد خونه آره بعد این سری دوباره اینا مثلا تیمشون داره میاد بالا هی شروع کردن که ایتس کومینگ هوم توش با تمسخر صحبت نکنیم بعد کی اونات کل دنیا رو مسخره کردن بعد من فکر میکنم این ایده رو فقط من دارم که بعدم میاد از انگلیسی ها اینا بعدش اینا که تیمشون برد دانمارک و دو یک بردن با یه پنالتی اشتباهی که داور گرفت بازیکنشون کنشون دایو زد تو محبت جریمه بعد ملت اینا رو مسخره میکنن که ایتس دایوینگ هوم <applause> یعنی بیارو علکی تمارس کرده اینا رفتم چیز رفتم ریدیت <تصفح> ببین انقدر میم اومده که همه دنیا از انگلیسی ها بعدشون میاد <تصفح> انقدر محال کردم میم اومده بود که پشت آلمانیا و فرانسویا دارن با هم دست میدن و دارن از ایتالیا حمایت میکنن که بره انگلیس رو چیز کنه تو فینال ببر. بعد فهمیدم خب که من تنها نیستم و کل دنیا از اینا بلد شده. آخ مثلا بازیکن جوونی که داره تو اون کار کرده؟ کرد؟ آقای... 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 تو توییتر آقای... خیلی سمی بود برای انگلیس. آره تویترم... خیلی حال کردم که من تنها نیستم و همه بعدشون میاد از این تیم. امیدوارم که فردا ایتالیا رو شارل پهنا نذاره این بره خونه <تصفح> این جام بعد کسپرش مایکل میدونید پیتر <تصفح> اش <شمایکلی داده تصفح> <تصفح> <کاسپرش> مایکل یاد بابای کسپرش <تصفح> مایکل دروازه‌بان دانمارک اینا قبل بازی دانمارک انگلیس داشتن با اینا صحبت می‌کردن یه خبرنگار پرسید نظرش شاجو ایس کامینگ هوم چیه بعد این گفت تا حالا مگه خونه بوده اصلا اصلا اینا تا حالا فینال لیگ چیز اروپا اروپا نرفتن پنج بعد باره. پنج و پنج, پنج سال آره خب اگه حالا اصلا خوب مثل استنلی کاپ دیگه استنلی از, از ونکوور میاد ولی تا به حال ونکوور نبردتش آ اون سال هم رفتن سال خیلی نزدیک اون رفتن شدن تو دو، هم رفتن رایت حالا شدن. این که تاریخی نداره اونا پنج و 55 ساله که حالا آره؟ نیومده کوپا آمریکا رو واسه کی رو چیز می‌کنی دست می‌زنی آرژانتین آرژانتین بودا من عاشق ریکلمه بودم خوان رامان ریکلمه ارژنتینا ها بعد این هفته بازی چیزام بود اسپانیا و ایتالیا هم بود فعلا. بعد ما دوتا تا همکار داریم که بارسلونا بعد داشتم با اینا با یکیشون صحبت می‌کردم گفتم هم مثلا حیف شد و باخت و اینا گفتم بابا مثلا مراتا کیه گذاشتیش من خیلی از این بعدم میادی مهاجم خوبی گفت آره منم خیلی خوشم نمیاد ولی مهاجم دیگه ای نداریم گفتم بابا سال فلان مثلا دل بوسکه تیمو چیده بود فالس ناین بازی میکردید اون موقع مهاجم نداشتید مثلا یه چیز دیتل با خندید گفت بابا تو اینقدر فوتبالی که میره اسپانیایی اینقدر نمیدونم تو اراده کنی همینجا پاسپورت رو به دادن دیگه روم نشد بگم که بابا تو ایران تفری نداشتیم مجبور همین بود یه شبکه سه بود و یه فوتبال مجبور بودیم چیزها رو با جزئیات دنبال کنیم نه فوتبالی فوتبالی هست ولی خب نبود تا اینجا مثلا انواع و اقسام تفریح ها هست لزومان همه فوتبالی نیست ولی تو ایران پسرا اکثرا فوتبالی نه بجز اونایی که سوار شده بودن خیلی سمی یه اپیزود بعد برات بدم اینجا فوتبال ما اونقدر تعریف نداره ساکر به قولشون آره اینجاییه که اینجا فوتبال ما سوار چی آره اینا فوتبال خودشون هاکی و اینا <applause> بیسبال ولی <applause> <applause> باز اون بزن مدلی, بزن مدلی بزن که مثلا ما ایرانی ها حالا <applause> حمید رضا صدر رو شاید بشناسید من خدا سرتون هم گرفته امیدواریم که بشن آه. اون مثلا اون مدلی که اون فوتبال رو مطالعه کرده بود اطلاعاتی که اون میداد یا مثلا برنامه که آره فردوسی پور داشت اینا واقعا جز خوبای دنیا محسوب میشن و اطلاعات فوتبالی حالا توی این زمینه فوتبالی آدمای ایران اون که دنبال میکنن خوب بود نسبت به اینجا یا خیلی بهتره اینجا حالا باست... باست... اون سمه افتادم بگو بگو اصلا اینجا طرف میره توی پابی چیزی میشینه نگاه میکنه و اینا ولی بچه ها تو ایران قشنگ با جزئیات همه بازی ها رو یادشون بود تکنیکا ها بله یادون سیاسی افتادم که چه خبر؟ من این هفته یه پروژه جالبی داشتم تقریبا کل هفته رو گرفت امروز که حالا ما اینجاییم محتاب توی یه جایی و عضو جایی که افرادی که مثلا هنری دارن چیزی درست میکنن دستاز میتونن بیان و مثلا یک روز از صبح تا عصر ارائه بدن و بفروشن و از این داستان اونم قرفه میگه قرفه آره مثلا مثل نمایش کتوریه بعد مداب نقاشی میکشه روی بوم و خب نقاشی های تا هفته پیش نقاشی ها رو همینجوری با وقتی میکشید بوم رو میفروخت مثلا و قاب نداشت بعد من خیلی حالا رنگایی هم که استفاده میکنه اینا من خیلی تاکید داشتم که آقا اینا رو ما باید قاب کنیم و حالا مثلا یه قابی هم داشته باشه باحال میشه به, خط... به خصوص اینکه رو دیواری هم که میخواست بزنه سفید بود ش... سفید و یه کانترست خوبی میشه بعد خب قاب کلا اینجا گرونه خیلی ا... و من خودم فهمیدم چرا گرونه بعد من اینطوری کردم که آقا من از بچگی با نجاری و با نجاری و مثلا ابزار و اینا اوکی بودم من این پروژه رو برمیدارم نقاشی رو قاب میکنم دیگه از دوشنبه یا از ایدعالی. یا از یک شنبه نه واقعا خوب خیلی یه حابیه باحالی آره. رفتم توی این مغازه بغل خونمون که رونا که همه همه چی داره حالا شما اینطوری هستین که تو این فروشگاه که میرین عشق کنین مثلا آره. از کامپیوتری آ ابزاری دوست اصلاً نداری اصلا هیچ نیست چه جاله آره برم ببین اونتو. همه پا چی میتونی تصور کنی که تو این مثلا میتونی یه خونه بسازی با ابزارهایی که اینجاست و خیلی باحال دیگه آره. من رفتم همه چی بود دیگه چوب گرفتم هر چی که فکر میکردم نیازه البته دو سه بار رفتم چون میفهمیدم فهمی که یه چیزی ندارم و اینا ولی باحال شد اولش شروع کردم فکر کردم میتونم پروژه کوچیکی میتونم با اره دستی کارو در بیارم دیدم نه پروژه باید کاتایی که میخوام بزنم چوبش چجوری بود؟ چوب فانتوره یا نه وای فور گرفتی؟ نه چوب با... باری که تخت سهلاه. آره با, چ... با چ... نه خود چوبه ت... کار نشده روش آه. فقط کات خورده پاین بود و آم... اون یکی یادم رفت نوع چوبش بعد رفت چه ای گرفتی؟ آره میگم در اره دستی گرفتم با یه وسیله ای که میتونی تو این اره رو توی شیارش قرار بدی گیره که چ... نه یه گیره نیست بتونی 45 درجه ببری میدونی چون سخته دیگه اره رو نگه داری این یه, ش... یه, سری شیار داشت که آه. یا تو صاف ببری یا رو... مخصوص اره دستیه گفتم من این کار رو در میاره اینا بعد دیدم ارههایی که اونجا بود و زخامت چوب و اینا نمیتونستم خیلی سخت بود دست اینو در بیارم بعد یه فروشگاه دیگه هست اینا وسیله رنت میدن اصلا ام. و اونجا رفتم یه یه اره گرفتم بهش میگن جیکسا اینطوری خیلی باحاله اونم سخت بود ولی خیلی کار رو انداخت که اینطوری <تصف> 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 بعد دوره وسیله دیگه گرفتم که طالبش کار نکرده بودم از این بهش میگن میخزه نه آره نیلگان یه چیزی گان نیلگان نیلگانه ولی یه, یه سپوگان نه نیلگان آره ولی اکثرا با باد کار میکنن اینا با یه کمپرسور داشته باشی ولی من برقش رو خلاصه گرفتم و در حال سرتون رو در لذت بود کار اصلیم که تمام شد ساعت چهار خاموش میکردم ویندوز الو میزدم پا میشدم این ور نجاری تا حاصل چون چون تو وقت داری نمیتونیم سر صدا بکنی تا شا... مثلا از یه ساعتی به بعد دیدم پس این سر صدا که می شما بودی <تصحیح> چند تا قاب درست کردی من فکر کنم 8 تا بعد <تصحیح> هزینه از اونی که بیرون میخواستی بگی خیلی کمتر شد ببین هزینه فقط پارتش اون چوبی که استفاده شده حالا گانا واسه هر قابی شد 9 دلار خب بیرون می‌خواستم چوب خوبم استفاده کردم کوالیتی خوب کم نذاشت بیرون خیلی بیشتر میشه من یک بگم بفروش یه بزنس خودتون بزنس یه وبسایت درست می‌کنی شما بفروش قاب یه پوستر دادم قاب کردن با شیشه 200 حد حداقل شد 300 خورده ای دادم آ حالا اینو بهش رسیدم که کار راحتی هم نیست واقعا یعنی اگه اون قاب بخوای خوب در بیاد و اینا شاید هم یه قسمتش به خاطر اون که من ابزارم خب واقعا خوب نبود اگه بخوام اگه میخواستم واقعا این کورنر را رو خوب در بیارم ارم اره مناسبی نبود بعد از این ارهای که ثابته و درجه بهش میدی و اینا ولی خب کار راحتی هم نیست یه کاملا جنرال بگم هاستم. کلا هیچ کاری راحت, راحت. نیست از بیرون که نگاه میکنی خیلی کار راحت به نظر میاد خوبه من خودم نسبت به استریمینگ اینطوری بودم تو داش نشستم دارم گیم میزنی دیگه چرا سخته چی چی سختی داری اشغال میکنی گیم میزنی آره. ببین همین که تو بتونی با 300 نفر اون کنار ارتباط برقرار کنی و اینا بمونن یکی از سختترین کارهای دنیاست هر کاری از بیرون نگاه کنی خیلی راحت تا موقعی که بری بالا سرش <applause> و اگر توش خوبی واقعا این به خاطر شخصیت توی که تو اون یه کار خوبی از بیرون نگاه کردی و رفتی هم راحت بوده برات کارا واقعا همشون سخته هر کدوم یه ست سکیل خودشو میخواد توانایی رو میخواد و دمت کم بال بوده آره با خودم خیلی حال کردم چون نمون هم هم فرق داره. داره مثلا با کاری که میکنی یا اصلا کلا خیلی وقت خود من دست به ابزار و اینا نزده بودم که چوب ببرم و اندازه بزنی بسابی با سنباده یعنی به کارگاه بزنی جور بدی بگی یه دیوار ببر بالا عشق میکنم من, من, حالا یه فکر میکنم یه قسمت دیگه که خیلی, اصرار داشتم این کار خودم انجام بدم روی یوتیوب یوتیوب تلویزیون یه سوراخ خرگوشی گیر کردم افراد اکثرشون هم آمریکان مثلا یه تیکه زمینی دارن اینا از صفر خودشون کلبه میسازن آقا تو آه می بای خیلی, هستن بای یعنی یکیشو ببینی دو تا میده اون دو تا هستن که بومیان میرن طرف آلاسکا میرن نه, نه زمینو میکنن خودش اون درست یه... میکنن اون, اون یه کاتگوری دیگه اونو شبا میبینم کتگوری <تص <foi> <تصفان> شواز بعد اینا با چوب کلبه میسازن بعد طرف هم تجربه نداره قشن همه بعد می نویسه اینا چقدر هزینه شد اینا خیلی حال میده من اونا رو می بینم زیاد گریه می بریم سر اپیزوده بخشی پوشت کامپیوتر گریه می کنم ایرو هفت ماشتای بس سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد فرزاد مامان سلام سلام جونم براتون میگه که سلام اشقا ما دوباره برگشتیم اپیزود 298 با یه اپیزود جدید دیگه اپیزود کارون امروز ما بعد از این اپیزودی که ضبط کنیم داریم میریم کجا داریم میریم اهدای خون. خون. و اینکه بچه ها همینطوری دارن مایات میخورن این اصلا اینجا رو من میبینم آدم واقعا دستشویش میگیره این همه مایات رو یه میز آره ما قبل اینکه بریم همه قش میکنیم آره ما چیز بخ... انقدر شما آب خوردین تمام املاح بدنتون رفت می یه خون پر ویتامینی من قرار تحویل اینا بدم عشق کنم آره پرچم رو دو روز خودم رفتم به ویتامین ما میگم ما بدون هیچ معطلی بریم سراغ بله. که پیش درآمد زیادی داشتیم اگر که دوست دارید این پیش درآمد رو ببینید کجا یوتیوب یوتیوب برید سابسکرایب کنید Comment یه دست اون دکمه سابسکرایب بکشید کامنت بذارید اشغال زیاد برو بریم یک دو این من که اصلا چهار میشه یا سه چهار, آره این دیگه به سلامتی آخریشه من این وعده رو به شما بدم که خسته شده بودید نعم. هفته گذشته از این صحبت کردیم که <coughs> که کی میتونه به ما نزدیک تر باشه اون او. کسی که حالا عین فکر و منطقه ما رو داره یا اون کسی که احساسات و احوالات درونی ما رو میتونه متوجه بشه که خب متفق القول گفتیم گزینه دوم و جالب اون هم که صحبت میکردیم اصلا این گزینه مطرح نشد که اون کسی که قیافش عین ماه هیچ کی اصلا اینو نگفت باور نداشتیم که این میتونه ما باشه بعد ادامه دادیم که بریم یه تعریف قائمه به نفس از خودمون پیدا کنیم و این وسط یه سری سوال دیگه مطرح شد که مثلا چه کیفیت هایی من رو فرد میکنه اون میز رو فرد نمیکنه اون کامپیوتر رو نمیکنه یا مثلا یه میمون اگه بخواد به فرد تبدیل بشه باید چه ویژگی هایی توی خودش ایجاد کنه یا از کجا میدونیم که من تداوم داشتم پرسیستنس در واقع اون ویژگی پرسیستنسی رو داشتم که به عکس دوران کودکیم که نگاه کنم بتونم بگم که این منم یه جایی از تاریخ من متوقف نشدم من حیات از من گرفته نشده یه موجود دیگه جای من رو گرفته باشه و یه صحبت های دیگه هم راجع به اویدنس کردیم که چه مدرک چه شاهد چه گواهی وجود داره که منی که الان دارم اپیزود 4 رو من که از و میرم همونی هم که ستای قبلی رو رفته از کجا ما میفهمیم که من همونم و آخرش هم این که ما چی هستیم فقط جسمیم یا ورای جسمیم و اینکه گستره ما تا کجاست تا پوست ما تموم میشه یعنی من کارون تا پوستم تموم میشه اونجا به بعد دیگه منی وجود نداره یا یه در واقع موجودیت غیر جسمانی هم ممکنه وجود داشت یعنی داشته باشم که توی محیط پراکنده شده باشه و محدود به طول و عرض و ارتفاع نباشه بعد این سوالات هم خب یه سریاشون خیلی میتونه نزدیکی به هم باشه و گیج کننده حالا اون استمرار و تداوم و گواه و شاهد و اینا خیلی میتونه شبیه به هم باشه بعد توی این راستا جواب به این سوال که حالا اصلا من کی هستم از کجا آمدم آمدنم بهره چه بود به کجا میروم و اینا رو به نظر ما تا حد خوبی ما توی اون اپیزودهای معنای زندگی راجبشون صحبت کردیم <applause> که حالا هر کسی بسته به نگاهش به, نگاهش به زندگی ممکنه حالا نگاه خدا محور روح محور یا هیچ انگاری داره میتونه یه جوابی برای این موضوعات داشته باشه این قسمت یه ذره راجع به حالا اون تداومه صحبت میکنیم که میگم عکس بچگیمونو که نگاه کنیم ما دستمونو میذاریم روی یک نفر میگیم این منم از کجا میدونیم منم از کجا میدونیم تغییر پیدا نکرد یه مقدار راجع به اون صحبت میکنیم ایده هایی که راجع به اون قضیه هست و آخرش هم من برداشت خودم و از کل این مسیر با اتون در میون میذارم این سوال حالا تداوم اینجوری میشه یه ذره دقیق تر مطرحش کرد میگه که اگه شما در زمان تی بیایید دو تا موجودیت X و اکس پریم رو تعریف کنید در واقع توصیف کنید از کجا میشه فهمید که اینا دو تا موجودیتن یه دونه نیستن یا بلکس از کجا میتونی بفهمی که اینا ببخشید اگه بیایم توی زمان تی و تی پریم یعنی توی دو تا زمان مختلف بیایم موجودیت های اکس و اکس پریم رو توصیف کنیم از کجا میتونیم بگیم که اینا یه موجودیتن یعنی من عکس بچگیمو که نگاه میکنم اون رو توصیف کنم خود الانمو توصیف کنم از کجا میتونم بگم که اینا یه موجودیتن شاید دوتا باشن کل داستان پرسیستنسی اینه این تداوم معنیش اینه بعد حالا فلسفه مدرن یه سری دیدگاه مختلف داره من سه تاشو مطرح میکنم که از کجا میتونی بگی که شما دقیقا همون هستی درست. مورد اول که رایج ترینش هم هست بهش میگن سایکولوژیکال continuity <applause> یا استمرار حالات روانی چی میگه این خیلی رایجه اکثریت به این باور داره اکثر فلاسفه مدرن میگه که تداوم ما یه سری به یه سری رابطه به یه سری کیفیت روانی مربوطه یعنی چی میگه شما همون موجودیت در آینده هستید که ویژگی های ذهنی منتال <applause> فیچرز همون موجودیت در آینده هستید که ویژگی های ذهنیش رو از شما به ارث برده و همون موجودیت در گذشته هستید که ویژگی های روانیش رو شما به ارث بردید خب همون. این دیدگاه رایج سایکولوژیکال continuity اینو میگه میگه اگه یه موجودی تو گذشته بوده که شما یه سری ویژگی روانی حالا ویژگی روانی رو هم میگه میگه مثل حافظه ما خاطره مشترک داریم با اون موجودی که تو گذشته بوده بچگی من علایق احتمالا علایق مشترک داریم م. و ظرفیت های حالا فکری و منطقی اینا رو این مجموعه رو بهش میگه منتال فیچرز خب سادش اینه که اگه شما یه سری منتال فیچرز دارید که از یه موجودی توی گذشته برس بردید و یه موجودی هم تو آینده ممکنه باشه که اون حالا ویژگی ذهنی و روانیش رو از شما برث برده این میتونه اثبات کنه که شما تداوم. آره تداوم داشتید توی طول زمان مم. یه جایی حیاتتون متوقف نشده با یه موجود دیگه ای که عینا شرط ذهنی شما رو داشته جایگزین بشه و گفتم اکثر فلاسفه به این باور دارن مدرن فلاسفه مدرن یه حالت دیگه داریم مورد اول بود گفتم امروز سه تا شد راجع بهش صحبت میکنیم حالت دوم میگه که بروت فیزیکال ریلیشن یعنی برای موجودیت شما صرفا یه موجودیت فیزیکی و جسمانی قائل میشه دیگه اون بعد روانیش رو در نظر نمیگیره و میگه که شما همون گذشته یا آینده ای هستید که بدن شما رو داره حالا این بدن رو خودشون میگن بایولوژیکال ارگانیسم که فارسیش همین همین میشه دیگه ارگانیسم بایولوژیکی شما رو داره خیلی قشنگ شد خیلی <applause> جان داره بعد میگه هیچ ارتباطی هم به ویژگی‌های روانی نداره یه سری آلات فلسفه هم به این قضیه ارتباط دارن یه چیز بینابینی هم همیشه هست توی فلسفه که یه آره یه چیزی بینشه که <applause> روانی و فیزیکی میگه جفتش لازمه حالا مورد سوم مورد سوم در واقع نراتیویزمه اون روایتیه که شما از داستان زندگی خودتون تعریف میکنید میگه اون چیزی که باعث تداوم ما میشه اون داستانیه که ما از خودمون تعریف میکنیم میگه ما زندگیم رو از طریق این نراتیو از طریق این روایت که درباره وقایع گذشته داریم تعریف میکنیم و تاثیرشون روی تصمیمات آت، آتی ما و شخصیت ما ما زندگی خودمون رو از این طریق میفهمیم اون روایتی که از تجربیات گذشتمون میکنیم و تأثیری که روی شخصیت ما داشته تأثیری که روی خلق و خوی ما تصمیمات ما داشته این میشه مورد سوم و میگه که این روایته میتونه سازنده هویت ما باشه و میگه ایدم صرفا این نیستش که فقط هویت شخصی و کاراکتر ما رو این روایت تعریف کنه میگه این روایت در واقع مشخص میکنه ما کی شروع شدیم و کی تموم میشیم اینش خیلی جالبه یعنی اینکه ما یه دور پرسیدیم که ما کی فرد شدیم <applause> درست اون زمانی که حالا نطفه مثلا به وجود اومده اون لحظه‌ای که به دنیا اومدیم اون لحظه‌ای که عقل و منطقمون کار کرد کی فرد شدیم این دیدگاه داره میگه که این روایتی که شما از فرد بودن خودتون تعریف میکنید که تعریف میکنه شما کی شروع شدید کی تموم میشید حالا ممکنه برای یکی این باشه بگه من از لحظه ای که به دنیا اومدم فرد شدم یکی میگه که نه من از لحظه ای که اولین خاطره رو یادم میاد پنج سالگی نظر خودته سال. یعنی خودت تعریف میکنی آره دیگه اون روایت اون داستانیه که خودت داری تعریف میکنی میتونی طبق حالا حرفی که طبق باوره که خودت داری بگی که من مثلا تا 15 سالگی من هنوز فرد نبودم چرا نمیتونی بگی؟ دست خودته آره دیگه اون دیدگاه نره زمه این دیگه به خودت ربط داره بعد آها میگه که موجودیتی موج... اون موجودیت گذشته تو هستی اینجاش ایمان به سآل تو مربوطه اگه تو الان یه روایت داری که به صورت درست تو رو با اون موجودیت گذشته یکی میدونه به صورت درست یعنی چی؟ یعنی اینکه من بیام بگم من مثلا آقا محمد خان قاجارم بیام خودم رو به اون مربوط کنم این نمیشه دیگه این چون درست نیست ولی اگه شما یه روایتی دارید اینو چون مثالش هم اون سری زدیم یکی ممکنه یه مریضی داشته باشه باور کرده باشه به هر دلیل که ناپلونه و حالا ویژگی پادشاه بودن و امپراتور بودن هم جزء ناپلون بودن است اون آدم اون رو باور داره این اون نیست این میگه که شما یه سری در واقع تجربه یه سری روایت داری که به صورت درستی تو رو به یه موجودیت توی گذشته مرتبط میکنه میگه اون دیگه تویی و به همین ترتیب هم یه موجودیتی توی آینده هست که اون یه روایتی داره که خودش رو با تو مرتبط میدونه حالا نظر شما کدوم این تو این سه موردی که گفتن مورد اول که در واقع استمرار روانیه که اکثر فلاسفه به اون باور دارن مورد دوم اینه که فقط فیزیکی یه چیز بینابینی هم هستش که فیزیک و روانه و مورد سوم اون روایت هست ببین من خیلی دوست دارم که یه میکسچری بین یک و سه باشه یعنی یعنی مطمئنا یه سری در واقع خاطره و یه سری استمراری وجود داره توی حالا بودن هر انسانی از بچگی تا بزرگی ولی از اون اون فرد بودنه رو من خیلی روش تاکید دارم که واقعا برای همه یکسان نیست یعنی شاید من الان سی سالمه شاید هنوز خودمو فرد جدا ندونم واقعا ولی خب مثلا یه کسی واقعا از سه چهار سالگیش انقدر مثلا فهم و شعورش بالاتر باشه که بتونی اونو واقعا فرد حسابش بکنی برای من اینطوریه ولی اون نکته سومی که گفتی خیلی احساس کردم یه تاثیر بیشتری داشت روی خود من من مورد یک کانتینیتی رو بیشتر میتونم باش ارتباط برقرار بکنم چون به خودم که نگاه میکنم میبینم این رو این سیر بیشتر رفتم اینطوری فکر کردم اینطوری خودمو رو حس میکنم من همونی هم که مثلا پنج سالم بوده آره اون اولم که ما شروع کردیم سوال که من از تو پرسیدم خودت رو چی تعریف میکنی کی تعریف میکنی گفتی که یه فردی که حالا خانواده دوسته خب عاشق یه... بیشه آره این یه ویژگیه که تو ده سال پیش توی ذهنت بوده خاطر مشترک داری الان هم هست این در واقع اون سایکل یعنی اون استمرار روانیه رو داشتی آره آره این, مثلا این این نوع خصلت با بوده همیشه آره این هست که پرموی رو هم بگو موکته زریف حالا پرموی تو گذینه دوباره میشه ایشون ما کی نه, نه ایمان و فرهاد همیشه یک دومیز دو دومی چیز دارن سرشا تو نه من نگفتم من کم گفتم با ایشون خیلی بعد از عاشق میشگی خوبی میتونیم بعد اپیزود یعنی لختمونو اینستاگرام شما بگید منم اولی وقتی که گفت داشتی تعریف میکردی اوکی. تو ذهنم اینطوری بود که حالا خاطراتی که از بچگی و اینها بوده و حالا گفتیم در آینده اون شخصی که در آینده هست تجربیات و خاطرات الان تو یادش خواهد اومد و اینا فکر میکنم بیشتر با اولی تو خودت چی کارو؟ من میگم من آخر میگم اونده ولی اون بروت هم با حالا بروت فیزیکال بروت فیزیکا بعد اون اپیزودی که فرض فر تو فکر کنم تتا که شو خانم امیلیا اسفانی بله بله که راجبه این بودش که هدف هدف تو زندگی چیه؟ نه آره آره میگفتش که there is more to life than being happy همچین چیزی بود اونم همین هم همینو داشت میگفت مورد سومو داشت میگفت که اون میگفت اون روایتی که تو از خودت تو زندگی خودت میکنی که خیلی اهمیت داره و خب من داشتم به این داستان توی طول هفته خیلی داشتم به این قضیه فکر میکردم یه جایش به این رسیدم که اصلا آقا چه اهمیتی داره که بقیه ما رو چی میبینن چی تعریف میکنن فرض کن شما زندگی یه انسان رو میبینی بعد اینجوری که به به چه زندگی و اصلا این دیگه همه چی داره و کاش ما مثل اون بودیم اگه اون انسان از درون خودش اون تعریفی که شما از بیرون دارید رو نداشته باشه از درون حس خوبی و راحتی نداشته باشه چه اهمیتی داره که بقیه از بیرون اونو چی میبینن مهم. یا برعکسش فرض کنید که یه کسی باشه که از بیرون هر کسی ببینتش بگه که وای مثلا این زندگی خوبی نداره و کسی دوست نداشته باشه جاش باشه اگه اون انسان از درون یه حس خوبی داشته باشه خیلی شرایطش مطلوب باشه با باشه باید. چه اهمیتی داره که از بیرون بقیه ب... چه جوری بهش نگاه میکنن این, واقعا. خیلی ذهن منو به خودش درگیر کرده بود خب ولی آخه این, این همیشه هم تو نمیتونی بگی که بقیه بیرون تو یا بقیه بیرون بقیه رو قضاوت نکنن در نظر چون اصلا تو راهی نداری آنچنانی تو در دسترست نیست که آره. کنکاف کنی ببینی حالا واقعا داخل اون شخص اون فرد چی میگذره آره من اصلا نمیگم اصلا بحث قضاوت و اینا نیست بحث اون نگاه هست یعنی از بود در واقع جامعه شناسی هم به قضیه نگاه نمیشه بود فلسفی قضیه است فقط از این بود فلسفی نگاه کنی تو زندگی یکی رو ببینی بگی اوه چه خوبه اگه اون آدم از درون خودشون احساس رو نداشته باشه چه اهمیتی داره دیده بقیه چیه یا برعکسش ام. آره ایمان دوربین خب میتونیم <تصحنت> ادامه بدم یا بیا بله بعد حالا گفتیم که این دیدگاه اول دیدگاه رایجه بیایم یه سری یه نگاهی به این قضیه بندازیم ببینیم که چه نقدایی به این داستان وارد میشه اون داستان عمل ایمان و فرهاد رو یادتونه بله یه ب... پرسش هم گذاشتیم خیلی تنگا تنگ بود جواب در درصد گفتن که من باید پول بدم 48 درصد گفتن فرهاد مغز فرهاد رفته و تو بدن ایمان آره آره داستانی بود یه عمل مغز انجام شده بود و اینکه مغز فرهاد رو گذاشتن تو بدن ایمان مغز ایمان هم داده آره. <تصفيق> 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 از لازم نداشتیم هر چی میتونی توی اون سیتینگ مغز ایمان رو مال لازم نداشتیم آره بعد یه مسئله توی حالا فلسفه مطرح میشه به عنوان تو منی thinkers problem <applause> روی همین دقیقا موضوع سایکولوژیکال کانتینویتی خیلی جالب میگه که اگه صرفا اون استمرار ویژگی های روانی حافظه علایق ظرفیت های فکری ملاکه که این چیزیه که در واقع سایکولوژیکال کانتینویتی میگه که پس انسان ها یه ویژگی منحصر به فردی دارن و اونم امکان منتقل شدن از یه ارگانیسم به یه ارگانیسم دیگه است با عمل مغز <applause> درسته اگه ما فقط بگیم اون شرایط ذهنی مهمه پس این امکان وجود داره که ما مغز فراد بزنیم تو بدن ایمان ما فراد منتقلش کردیم خب از یه موجود به یه موجود دیگه یعنی این که موجود نهایی فرهاده طبق این دیدگاه بعد میان به فرهاد میگن که non-animal person توی این ستینگی که ما تعریف کردیم در واقع یه موجود غیر فرد غیر حیوانی که استمرار روانی داشته به ایمان چی میگن؟ آشغال انیمال پرسن چون که ذهنش نیومد باهاش جسم فقط اومد چون دادن سگ خورد آره انیمال در واقع <تصفح> به اون حالت بروت فیزیکاله اینجا لفظ انیمال اطلاق میشه به آه. مغزی که در واقع به جسم ایمان که مغزش نمیاد باش بهش میگن انیمال پرسن که صرفا حضور فیزیکی داره بعد میگه که این جسم جسم ایمان یا این انیمال پرسن میتونه به زندگی نباتی ادامه بده خب اینا که مرگ مغزی میشن میتونن بدنشون رو زنده نگه دارن دیگه به میگن زندگی نباتی به دستگاه وصل میکنن بدن ادامه پیدا میکنن ولی چون طبق تعریف استمرار روانی همچین چیزی ممکن نیست اسم روانی میگه که باید خاطرات و حافظه شما هم با شما اومده باشه پس این وسط هیومن انیمالز یا همون انیمال پرسنی که ایمان باشه یه ویژگی داره که نان انیمال هیومن ها ندارن و اون هم زندگی نباتیه <tracks of life> خیلی علکی پیچیده شد سادش اینجوریه که چون این داره میگه که شما استمرار روانی نیاز دارید واسه اینکه زند به حیاتتون ادامه داده, ادامه داده باشید ام. و اینکه توی حالا این ستینگ تخیلی عمل مغز ما تونستی مغز فرهاد به بدن ایمان منتقل کنیم و فرهاد استمرار پیدا کرد میگه انسان های حالا نان انیمال یه ویژگی دارن که میتونن از یه ارگانیسم به یه ارگانیسم دیگه برن با عمل قلب انسان های حیوان گونه اون حالت ایمان که مغزش نیومد فقط جسمش اومد یه ویژگی دیگه دارن و اون همینه که میتونن به حیات نباتی ادامه, ادامه بدن ولی خب چون طبق تعریف این موجود زنده نیست انسان نیست پس میگیم که نان هیومن در واقع انیمال هیومن یه ویژگی دارن و اون همینه که میتونن به حیات نباتی خودشون ادامه بدن آره ادامه بدن ولی اون موجود نهایی پس فرهاده طبق این تعریف بله بتخ تخ کن بس بده بس بس بس. اس خانواده شما نس خانواده ما آم ام آن. آن. این این موجود نهایی رو در نظر بگیرید مغز فرهاد تو بدن ایمان این اگه بیاد از خودش بپرسه من کیم چی میشه این میتونه بگه که من یه نان انیمال پرسن که استمرار روانی داشته مغز فرهاد یا یه انیمال پرسن با فیزیک صرف اون آن کامبینیشن نهایی اون مجموعه نهایی جواب این سوال رو چه جوری میخواد بده خب این یه ذره ممکن گیج کننده باشه میان یه مثال راحت تر براش میزنن واسه اینکه راحت تر ما بفهمیم چیه یه فرض کنید یه دستگاهی وجود داره خب شما وارد این دستگاه که بشی اپراتوری هم اونجا هست شما وارد یه جعبه میشید این دستگاه میاد عین کپی شما رو اونور درست میکنه اه. هم فیزیک هم مغز هم همه چی فقط یه موردی که هست اینه که اولا اون لحظه که داره این کپی انجام میشه یه حالت شما آنکانشست میشید هوشیاریتون رو از دست میدید یعنی شما یادتون نیستش که رفتی خدوم توی خدومه. دستگاه آه. و اپراتور هم یه جوری که تو نمیتونی بخری بعد که میای بیرون ازش نمیتونی سوال بپرسی که کی واقعیه اون لحظه که این دوتا موجود بیدار میشن کی کیه کی کیه خب یعنی این که. چون جفتشون عینا یه سری خاطراتو دارن طرف یادش که اومده توی این این محیط خب که کپیش درست بشه این از کجا میتونه بفهمه که در واقع اون خاطراتی که تو ذهنشه خودش انجامشون داده یا صرفا همین الان کپی شده اومده تو ذهنش را... 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 آره. نمیتونی دیگه آره نمیتونی هیچ راهی نداره فرقی نمیکنه اون دوتا یکی هن. همین دیگه این همون موجود نهایی فرهاد ایمان هم اینجوریه اون نمیتونه بفهمه که یه سایکالوجیکال continuity داشته خب یا یه جسمی بوده انیمال پرسنی بوده که حالا مثلا یه مغزم بهش اضافه شده اینو نمیتونه بفهمه همینجور که این دوتا کپیه که درست شدن هیچ راهی ندارن که بفهمن کدومشون واقعا بوده کدومشون به مکانیزمش آگاهی ندارن که چی شده آره که تخ بوده آره همین بله ما میخوام جنبندی کنم برای بگویت نمیدونه که توخ بوده یا توخ نه یا توخ مرغ بوده دیگه بوده من یه جایی از این سلسله اپیزودهای معنای زندگی و همین من کی هستم حس کردم که اصلا دنبال جواب نیستم یه جواب منحصر به فردی پیدا کنم که بیاد منو قانع کنه اصلا با فرض اینکه همچین جوابی وجود داره من حس کردم اصلا دنبال این قضیه نیستم یعنی همین الان بیا جواب رو به من بدی من حال نمی کنم آه. اصلا اومده بودم که انگار توی این افکار پرسه بزنم و به خوش بگذره از فکر کردم به تمام این حالات مختلف بله اینترتین کنی و این اتفاق افتاد از اینکه حالا یه زمانی معنای زندگی برای من اون اهدافم تعیین شده بود اهدافی که داشتم که برم بهشون برسم و تا اینکه یه زمانی حس کردم که بخوام این معنا رو به اهداف پیوند بزنم و از اهداف انتظار پرمعنا کردن زندگی داشته باشم خودش معنا رو از بین میبره و پارادوکسه این رو مسیر است اومده بودم مم. توش پرسه بزنم یا اینکه یه زمانی به واسطه حالا نگاه خانواده و جامعه به صورت ناخداگاه داشتم خودم رو دست و تعریف می کردم خب اه. اولین جایی که ازم خواسته شد که خودم رو بدون اونها تصور کنم احساس خلا کردم اینم هم دوباره همون مسیر است خب حالا من, کیم من همونی هم که تمام این مسیرها رو طی کرده و اگه چند سال دیگه یه اپیزود با همین موضوع برم احتمالا یه سری حرفای دیگه میزنم به واسطه یه مسیر متفاوتی که چند سال دیگه از الان تا چند سال دیگه رفتم خب همه اینا منم همه اینایی که این مسیر رو رفته من اون روایتی هستم که خودم برای خودم از خودم میکنم مستقل از اینکه بقیه من رو چجوری ببینن این اون تعریف قائم به نفسیه که من دنبالش بودم I rest my case here یعنی yeah. okay. ده سال دیگه چه اپیزودی بریم؟ میگی اون روز ده سال پیش من بودم یا این منم اون روایتیه که او روایت روایت من روایت از, از خودم برای خودم تعریف میکنم نه برای هیچ کس دیگه مستقل از اینکه، که I'm great minds think alike مستقل از اینکه بقیه من رو چجوری ببینن چه قضاوتی بکنم من اون روایتی هم که خودم برای خودم میکنم و این تعریف قائم به نفسه درسته I like it continue ممنون زیبا بود سیزن قبلم فصل قبلم از سلسله معنای زندگی کارون خیلی استفاده کردیم این،, این, فصل همینطور ولی این هفته من یه اعتراف دارم فکر خیلی. میکنم تو حمام بودم <applause> یاده خیلی رائع پور اسمش رائفی پوره؟ بلده بلده. زدم توی کانال کانسپرسی تئوری توته که نکنه این کارون با این اپیزوداش میخواد کالت جمع کنه داره آر آروم آروم ما خودش اصلا بازا بعد خود دیدی که ذهنت میره و خیلی خوب بود ولی خب کانسپرسی دیگه پرس زد تو خاطرات و حرف. حرف کارش بفرمایید بفرمایید آقا با سرنگ نشستم منتظرم داره سانو تیز میکنه آقا چند روز پیش عمیقترین استخر جهان تو دوبه افتتاح شد و پرده برداری شد همین من فیلماشو که میدیدم ترسیده بودم شه... از اینکه که بریم عمق 60 متره استخر نیست دیگه نمیری شناکو بکنی یعنی مجرد. اصلا یک شهر, شهر. ساختن اون زی شبیه کافی شاپه بعد اینطوری میتونم بتونم نشون بدم حالا تو, آره. بی بی تو بی بی سی اگه بخوام میتونی تو بی بی آره همه جا هست تو بی بی سی بهترشو گذاشته بعد هنوزم افتتاح نشده ولی ویل اسمیت رفته اونجا رو یه سر زده و یه فیلمم خودش گرفته از تجربهش و اینا بعد من همین من چون کلا ترس از ارتفاعی ندارم ام امانس امانس ترس... <applause> نه ترس نه چون مثلا شنا کردم و حالا کلا تو ای... سطحه <applause> ولی داشتم فکر کردم می وقتی میری اون ته ته چه فشاری هست چقدر از سطح زمین دوری یعنی شسمت چسمت خیلی ها آره بعد يعني... با لباس هایی باید بریم چون مغزت میترکه می آره ج... جدی فشار ها از چقدر به پایین او اسخ مثلا سه چار متری پایین میره آدم گوشاش اسمه آره و رکورد گینس هم زدن اینا با این عمق زیاد باستیاد یعنی الان دبی هم رکورد بلندترین برج داره هم عمیق ترین استخ یعنی از عمق تا از جلو پشت پایین بالا به ما خوب میرسن الحمدلله آره دارن پیست اسکی هم دارن همه چی دارن تو دبی یه دوبی نریم یه دوبی بریم یه ولاگ دوبی بگیریم استادیاماشون کولر داره اگه دوست دارید ما بریم دوبی ولاگ بگیریم به اون بگید یه یه خبر حالا نیمه جالب هفت نفر کانادایی هفته پیش تو مرز آمریکا گرفته شدن خیلی دوستانه و بازگشت بازگشت شده شدن به کانادا یه کتابخونه هست تو مرز کبک و ایالت ورمونت آمریکا که سال اوایل دقیق نمیشه بود اوایل 1000 اوایل صده هزار نو قرن هزار نو قرن نوزه <تصفح> هزار نو قرن بیستون آره قرن بیستون ساخته شده برای اینکه که بتونن امریکایی و کانادایی یا بدون اینکه بخوان هیچ مرزی رو برن آره. برن توی مکان خیلی جالب هم دیگر ببینن چیزه اونجا نقطه صفر مرزی صفر مرزی نیست یه جاییه که هیچ کشوری نیست آره مالکیت نداره دو تا در داره بله فقدان حکومت اونجا بیداد میکنه و تا امروز هیچ مشکلی نبوده خود ما یه پارکش رو داریم یعنی پیس. میرن و اینا ولی خب اینجا دیگه شما میرین توی یک ساختمون و یک کتاب خونه سر بود این دیگه این مرزا که بسته شده بوده و اینا و رفت آمدم کم شده بوده این دوستان فکر میکردن که هیچکی چک نمیکنه <applause> هیچکی چک نمیکنه و اینا شروع میکنن یه ماشین یه ون پر میکنن و میرن شو... از این مرز رد شدن میرن وارد ورمانت هم میشن ولی توی دوربینای دوربینای مرز میبیننشون و رو... میگن یعنی دوستان ده این چیکار میکنید برمیگردونن و همون چند دقیقه که وارد آمریکا شده بودن و دوباره برگردونده شدن به آ... کانادا باعث شده که قوانین چیز رو باید رعایت بکنن چهار چهار روز آه. برن تو قرنطینه جریمه بدن قانون قانونی اینا رفته بودن فان داشته باشن آه. خدا رو شکر که اینا رو جریمه میکنه فکرام آخرم این ماه قراره یه سری گشایش بشه تو نمی... دیگه دو نمیگن نمی دورانه که ترامپ دیگه از آمریکا میخوان تشریف بیارن دوستاتون آها آه. من میخوام برم آمریکا دو تا از دوستاتون میخوان از آمریکا شما <applause> داشتم صحبت ترودو رو نگاه میکردم اومده بود اینجا؟ جاستن سلام داشتم با همین باز شدن مرز و اینا صحبت میکرد این یه جوری تأکید داشت میکرد که ما باید از جان کانادایی یا محافظت کنیم و همین جوری نمیشه باز کنیم چون اروپا که مرزاش بازه آمریکا هم که بله اینا نمیذارن مرز بین <تصح> آمریکا نمیذارن. و کانادا بعد یه جوری اصرار داشت که ما از جان مردم کانادا حمایت میکنیم من هیچ مادری فکر نمیکنم اینجوری مثلا نگران بچهش باشه که همینه. این آقا ریشاش نم زدن اومده باش بود شهر ما, آن. آن. ما اینجا یه دونه, دونه خانوم بودش ایرانی هم هست که توی همین حزب اینا لیبرال هن لیبرال بله. <تصفح> آره توی کوکیت لام فکر کنم نماینده بودن ها حزب باد گفت <تصفح> بعد چیز بود اون موقع البته رای نیاوردن ولی اون توی اینستاگرامش چه سری عکس داشته بود که جاستی رفته بود مثلا خانواده اون رو دیده بود اینا آره خیلی باحال خب بریم چند تا کامنت بخونیم بخونیم مثل بیگ ای بله سلام بیگ ای در تو با خواب نوشته اون در ادامه صحبت کارون بالش هفته پیش گفته حالا شما خوب میخوابید من موقعی که 15 16 سالم بود تختم برام کوچیک شده بود و برای اینکه توش جاشم به صورت هلالی میخوابیدم و هنوزم رو تخت رو زمین همه جا به صورت هلالی مثل ماه میخوابم قرص <busca> <کورس> ماه هم گذاشته اونجوری میخوابیده آقای آرتان زندیان گفتن بچه ها میخواستم از تک تکتون تشکر کنم که توی یه مسیر طولانی با من همسفر بودید دوازده ساعت من و شما چهارتا توی یه ماشین از کرگری به ونکوور برای آره از کرگری به ونکوه خوش دوستانی که فکر جا هستن حتما سفارش میشه بعد از کارون و حسین تشکر کردن برای کاشتن بذر هوش مصنوعی در ذهن من ذهن خودشون اینجا به جایی این, این جا... به جایی من بخشی از یک حرکت بزرگتر برای تحصیل به امید همکاری در روزهای نزدیکتر گریسیو شنیدم خیلی ها دارن موفی میکنم و از کرگری چرا؟ نمیدونم ولی توی رادیو میگفت یوحال اعلام کرد یوحال نزد شرکت هست که بحثش کردیم شرکت هم نقل رو کمک کنه و الان ریپورتاش اومده خیلی از همه جای کانادا دارن به سمت ونکور میان بزنید ها مرسی که تا اینجا با ما بودید اپیزود 298 مون ما میریم ما میریم خون بدیم مراقب خودتون باشید ما توی تمام فضای مجلسی و پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب ما میریم و هفته دیگه با یه اپیزودای جالبی قرار برقراری میکنیم از میخوایم بخوایم از شنوندگان اگه پیشنهاد چیزی دارن واس اپیزود 300 اپیزود 300 اگه کاری هست بگید لو یو فرخ خدافظی لو هاوس خدافظی